کاری دیگه حرفا گذشته. حالت خوبه تو؟ ما دو تا نامزدیم. مشکلی هست؟ نامزدیم، نامزدیم، نامزدیم. شما از من سوء استفاده کردین. شما من سر من کلا گذاشتین. شما از من نردبون ساختین. نردبون ساختین بریم پله ها بریم بالا برسیم به دفتر جناب سرکار خفته. حرکت کن بیا بیرون. آزادی. اصلا بابا گندم رو بل کن. این برنج دمسه اصل و رش هست. احمد و سیاه با همیش برنگی هیچگی حریفش نی. نماینده ها بگیر تا رئیس مجلس ولش کنن. میخواه رئیس جمهور هم زنجیم کنه. بعد تو میخواه اینه بکشانی کلانتری اصلا؟ والا این دختره هم که اینجوری داره جولان میده خیالش راحت اصلا. خره این باباش خیلی دم کلفته. صد تا مثل منو تو رو میخره آزاد میکنه. اینو بچسب اینجا رو امضا کن. من چیکار کنم؟ تمام مدارک بر علی پدرست نه دختره. من پاسپورت این دختر خانومو چک کردم. تاریخ ورودش به ایران کیه؟ بعد از مرگ کله پس. یعنی چی؟ یعنی حاج آقا مجبور اون شب پشت ماشین بوده یا کسی که ایشون میشناختتش. شاکی اندلستایه باید خسارت شاکی رو پرداخت کنه. بله بله فرمایش شما متین جناب آقای امزاده. منتها بر اساس صحت محرزه صاحب الیت باید نسبت به صرف برات اقدام بفرمایید. بنده فکر میکنم دیگه شک چوبه باقی نیست. بعدش هم که تا متشاکی اینجا حضور نداشته باشند دیگه از دست حاضرین کار ساخته نیست. اجازه بفرمایید. آیش میکنم. اینجا یه نقطه ای هست که لحاظ نشده آجا بمجبور. بفرمایید. کمی حوصله کنید. ببینید جناب آقای امزدی بنده دارم خدمت همه اوضاع را عرض میکنم. طالب کامل مشیر شورا اینجا هستم. با صبر کامل هم هستم. خدمت شما هستم و از اینجا زوم نمیخورم. اختیار داری. صلاحیت شما در رسیدگی به امور شورا برای همه ما مسجل و مبرهن. صدا دارم. متا عرض بنده اینه که طبق مندرجات سمن المسما نسبت به سمن المثل توفیرش از زمین تا آسمونه. با توجه به قید سمن معجل در بینامه بنده پیشنهاد مرور مجدد دارم. آرش میکنم آقا یه جوری حرف بزنید من بدبختم بفهمم. اگه در مورد پرونده بنه هیچ کدوم از اون عجایب خرابی که شما میگی توش نیست. بلا نسبتتون یه خری سر من گاف کلا گذاشت. دوتا امضا از من گرفت. مالا با از شنگم داره برده. حالا میفهمید تکلیف من چی این وسط. الله الله
آقایون چیکار دارید میکنید؟ من دارم حرف میزنم. عزیزم شما حرف نمیزنی، شما داری فریاد میزنی. من یقینا خدمت شما عرض میکنم که بعد از اقامه نماز بنده و دیگر دوستان هم خدمت شما هستیم تا حصول نتیجه. فقط مسئله برای شما عرض میکنم تا اتمام نماز شما تعمق بفرمایید. تعمق بفرمایید. ماجرای شما مثل قضیه صاحب خودروی میمونه، صاحب ماشینی میمونه که ماشین خودشه به یک راننده ای که فاقد گواهینامه است قرض میده. فاقد گواهینامه است قرض میده. راننده میره بیرون تصادف میکنه، کسی از زندگی ساقط میکنه. کی مقصره؟ مقصر چیه؟ من به شما یقینا عرض میکنم که صاحب خودرو گناهش اگر بیشتر است راننده خاطر نباشه کمتر نیست. کمتر به والله کمتر نیست. بفرمایید. یا الله یا الله یا الله. حاج آقا تو رو خدا به داده من برسید تا منم پیر بد برخنم. بعد از نماز، بعد از نماز. آقا وقت نمازه، منتظر باشید رسیدگی به شکایت یک ساعت دیگه انجام میشه. یه ساعت دیگه؟ چه خبره؟ مگه نماز جعفر تیاره؟ من با هزار بدبختی مرخص ساعتی گرفتم، نوبتم هم ساعت ده بوده، تا الان اینجا علافم. این چه وضعشه دیگه؟ ببینم نماز اول وقت واجب تره یا خدمت به خلق الله؟ مادر من شما دیگه چرا؟ این بیچاره‌ها که از 6 صبح یه نفس دارن کار میکنن که بمیرم براشون، از نفس افتادن. میخوای براشون آمبولانس خبر کنم؟ حتما اکسیژن لازمه. گیل و قال نکن خانم جون، شما تازه نفسین هنوز. من 3 ماه جلوی این در معطلم. بفرمایید برادر، از جلو به صلات. کار مردم رو زمین آقا. بر الله حجر به سر خود اندش نالا لالله. سلام علیکم. بله 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 بله. آقا نمیشناسم اون بره خطیه به من داره شوخه میکنه. زن نیرو انتظامی بفرمایید. جناب سرگل بنده اصلا سبیه بنده ایران تشریف نداره. خیر جان گزارش سرقت سرقت سوازه نمیشن. شما مطمئنه؟ لا لا حل الله لا لا حل الله. جناب سرگل کجا فرمودین؟ نه شعبه رو عرض میکنم، شو کلانتری ملت میرسم خدمتتون. خیلی از آقا. بله خدا حافظ. خدا حافظ. مشکلی پیش اومده آقا مجبور؟ خیر شما ام بفرمایید، بنده و بقیه همکارانم مداخله کنیم جهت برطرف کردنش. سپاسگزارم لطف به حال مستدام. بله الان بعید میدونم من احتمالا یه مشکل ساده پیش اومده، خود بنده ورود کنم حضور برم اونجا حل میشه. باید از این خواهش میکنم. دوز گفت از مردمان زاری چه سود؟ بد کردار نوبت کیفر از بد کیفرن، نوبت کار از منافق قیترن. مسته هستیم مسته هستیم مسته گفت پول برگو شغل خیشتن، گفت حسن همچه بازی رازن. مسته هستیم گفت آن زرها که مرد دستی کجان، گفت در همیان تلویس شما. برای خودت یه روسری بخری حسابت هست. بارشان با عرض خوش آمد کلانتری ملت، مقدم مراجعین محترم را گرامی، پیگیری شکایت را الزامی، اجرای عدالت را فریضه،
رعایت انصاف را وظیفه، خدمت به خلق را عبادت، برقراری امنیت را سعادت، تسکین قلوب را تکلیف، رضایت شکاک را شریف، حل منازعات را توفیق، وجود پلیس را رفیق میداند. بارک الله. فقط از شما بتونی این دو سه تا جمله را از حفظ بدی خیلی نافذ تره. بارک الله. میخوام ولی نمیشه. آقا چاقو، قیچی، موچین، ناخونگیر، بوگیر، تیزی، دوربین، موبایل، لپتاپ، رم، فلش. این کلاسر بنده، اینم بنده. بفرمه. مرد قانون همیشه تسلیم قانونه، ولی اینکه قانون صلاح بدونه به حریم شخصیش تجاوز کنه. بفرمه. سپاس گذارم. خیلی ممنون. بفرمه. شکلات هم میدن بله تنجیم فشار خون استرس دست شما درد نکنه عذاب ابتکار خلاق ظالمی خیلی ابتکار ریاسه جدید کلانتری ملت جناب سرگاه اسد خفته است انشاءالله زیارت شما کنیم برای بدجاشتم فکری کرده شما خدا حافظ اگشتش بله تیاره واسه ما هم سه عبد نوریدم به جور شبنامه دیشب تا حالا در به در سندم هیچی به هیچی در به دری رفتید گراره الان بلند شدی اومدی ترانه خاکی سری بخونی که من غریب نمونم بلند شدی دست از با دراسر اومدی به کله کچل من بخندی هم بعدم نشدی راستی چی بسته به گذاشتی یه فرقی هم میکنه فرقش اتی که کاغذ منگوله داره رفاقت، محبت، من، تو هیچ کدوم بدون سند منگوله دار قیمت نداره رفیق در هر صورت ما هرچی تو چنتی نداشتیم خرجت کردیم چون منگوله نداره به چش نمیخت دمه بیان فقط اگه اجازه بدیم من برم که منو نبرم امین آقا کیفم پیدا شد خودشه چرمی رهبری چجا دستگیرش سابیدگیش کن پاریگیش رو چکار کردی دادی رو فو سرکا زنگ بزن خفته بیاد ببینه کیفم قباحت داره بوده مویش ما سفید شده داری به اخلاق خودت نشون میدی زشت کیفم بابا من کیفم بابا به جوری شلوغش میکنی کیفت پیدا باشه آقای خفته تحویلت میده خاطرتون جمع خاطرم جمع حرف میزنی ها شیطان میگه شخصیتت بذار کنان یه جوری رفتار کن حاج آقای مجبور سلام علیکم خوب شما خوبه خودتون هستین خانواده خوبن عالی شورا خوبن شما من سرباز وظیفه شهرام خنجری هستم البته اسم شناسو من سهولت خنجریه ولی من شهرام صدا می کنم چی من کار دارم بعد بده آقا شما من نمیشناسید ولی من خیلی خوب مثل کیف دست شما رو میشناسم من همه مصاحبه های شما رو دنبال میکردم با یه مدت که در صدر اخبار قرار داشتین وای اون نظریه شما در مورد خط یارانه ها که منو دیوانه بکرد و دیوانه شده بودم واقعا شما هم گله مندی نه من اتفاقا موافق نظریه شما هستم من میگم که مهم اینه که طبع مردم بره بالا نه پول تو جیب آفه. مردم واقعا گدا نیستن که ما اصلا گدا نداریم کو گدا شما یه گدا ببینین چی مردم این خوشو خوشو میکنین کشور میگه شالیزانه ای من فهمیدم که ما باید فرهنگ پولدار شدن پیدا بکنیم آفر خنجری ببین ظرفیت پولدار شدن ظرفیت کاری داشتیم در خدمت شما آقا چه صبری دختر خیلی دماغ واسه تو ساخته چند تا سنه اینه خرس خرس سلام علیه صبح تا شب این نام مادر نظر یکی از ما هفت آنو داشتی آره بخواد بکنه تو گلوفتینی خفته بدم کن بابا خودم میام سنا به آقای خفته بنده ریسا بله حاج آقا مجبور سلام علیه خفته بنده هستم احوال شریف تشریف داشته باشی یه تلفن استراریه صدا تو میکنم بله نه چلونش و سیونس بابا میخوام بخوریم ها نه میخوام ببینم یه وقت مونده نباشه من خوب ببینم حالا
مصطفی جون. جونم یک در دنیا صد در آخرت نصیبت بشه، خوبش هم نصیبت بشه تا با سالار خیالت تو کوچه پس کوچه‌ای بهش مسافر بزنی همه هولی و قلبون. بده من باید به اگراز ما نندازو سیونه. من که از همون اول با این سنسورهای فکستنی چینین بهت گفته بودم امیرعلی بیگناهه، اما شما بی ترمز گازشو گرفته بودی هی بنزین علکی میسودونی که امیرعلی میره گله دار. مصطفی جون امروز زیادی سرویس رفتی، برو تو پسمه استراحت کن. سلام، بفرمایی شیرینی. نه اومدم بفرمام نه اومدم شیرینی آزادی بخورم، اومدم واسه اتمام حجت. سلام گلاب خانم، برای هر چی اومدی خوش آمدی. گلاب خانم شما این سلام، خوش آمدیم، بفرمایید بشینی. کجا بشینم؟ رو صندلی دکون قاتل شوهرم؟ سلیم جان تو از صبح تو این هوای آتیش بیرون بودی، برو یه آبی به صورتت بزن. چشم، میرم یه نگاه به ماشینم بندازم، کاری داشتی خبرم کن. با عزتون. سلامت آقا، سلامت. باور کنید من خودم میخواستم خدمت برسم که شما قدم رنجه کردین، بزرگواری فرمودید. گلاب خانم در عفو لذتی است که در انتقام نیست، اونم یه انتقامی کورکورانه که از پایه غلط. صبر کن صبر کن بابا، خودم جواب میدم. الو، سلام خانم مهندس، حالتون خوبه؟ به سلامتی کجا تش؟ الان همین الان میفرستم. آقا خدا، اینا جوونن جاهلن، عشق اینا رو کور کرده. آدم کورم استغفر خدا شفا بده ایشون. خب چیزی نمیبینه، نه اینکه دل و جرأت داره، نمیبینه چی سر راهشه. واقعا من و شما چرا باید خودمون رو بذاریم این نفهمه؟ من امروز اومدم اینو بفهمم. آقا رحمان حلال کن. گلاب خانم جوش نیار جوش نیار، خداوند نعمت زبون رو به بشر داده تا مشکلاتش رو با چنگ و دندون حل نکنه. شما چرا پاتو از گلیم بچه من بیرون نمیکشی؟ خوب میلاد منم دستش مثل جفت پسرات به خون آلوده بشه، بزنه اون امیرعلی تو رو ناکار بکنه. من همون موقع هم به خدا بیامرز آقا رحمان قول دادم کاری به کار این وصلت نداشته باشم، الانم پای قولم هست، یعنی سپردمش به خدا. گندمم عین دختر نداشته خودم میمونه، خدا ازم نگذره بخوام آزارش بدم. آقا یونس، گندم من یتیم هست اما بی کس و کار نیست، داداش داره ماشالله مثل شیر پشتش وایساده. منم نمردم که بچم ذلیل هر معلوم الحال بشه. منو ببین، دو تا چشم سالم که نداریم، دو تا چشم سالم قرض بگیر بذار سر جاش، چش از روی اون پسرت بر ندار، وگرنه همه ما رو پشیمون میکن. این خط اینم نشون، نگی نگفتی. چه بعد از خدا میامرزه باباش افتادی به فلگی و کله پزی. من نباشم تو هم ریختی میشی ها، گرم و داغون، سیخ سوخته، لط و پار. قدر منو بدون هد هد گرفتی؟ پسرم یه کمی بیشتر مراقب باش. میلاد جان اگه دستکش دستت بکنی بهتر نیم؟ نه تیمسان، خدا بیامرز آقا میگفت یه طبخ خوب هیچ وقت از دستکش استفاده نمیکنه. حالا تو آب بندی بشی و حرفه‌ای و قلقل دستت کن، هرچند خوردن کله پاچه بدون میکروب لطفی نداره، مخصوصا با آب دهن. شرمنده، اصلا حواسم نبود دستم بشونم، الان میام دستشو دستم بشونم، ببخشید. برو بشون برو. شاخ شمشاد قند و نواد دردونه آقا رحمان. آقا میلاد دماغت چاق، دخونت پرچراغ میزنن، یه کاسه آب مثل همیشه پر من خوش من. چشم افتاد در من. چشم این هم خود نشم. ایوالله مخلصی. ایوالله ایوالله.
خدا رحمت کنه آقا رحمانو. کاسبیت فر رونق جوان، کاش قبل از رفتن این فوت کوزیگری رو یادت بود. بد شده بود؟ بد که نه، این حدودی میده میدهش یه کمی نازکه، دلپیچه داره. تورا که داریم میریم میزنیم یه گوشه عروسو بره با خودش خلوت کنه حالش جا بیاد. سرویس بهداشتی داریم ما؟ تب مرد جاده به سرویس و بهداشت سازگار نی. زد زیاد بریم بچه. بر نامرد و نامرد صفت لعنت. تو که مردی مرد و مردونه بگو مشکلت با من چیه؟ چه هیزم تری بهت فروختم؟ تو کی هستی که من میخوام باهات خرید و فروش هیزم کنم؟ هیزم ارزونی خودت، فقط به پاتیشش پاچهاتو نسوزونه. من واسه دعوا نیومدم. آه اینا پرچم صلح. دستت پرچم صلح، زبونت نیزه جنگ. من جای تو باشم عقب نشینی میکنم تا یه وقت ترکشی مغزم رو نترکونه. این کله پزی جای قاتل آدم کش و دزد ناموس نیست. هری بزن به چک. اتصال نکن آقا میلاد، میدونم تو سن بلوغی و هورمونات به هم ریخته، واسه مرد شدن و دو کلوم حرف حساب زدن وقت داری. با اجازه واسه ببینم بچه پر روب. مرد؟ تازه اینکی شدی؟ سلام. خیلی خیلی یادم وقتی که سخنگوی شورا بودین اینکی نبودی. معذرت میخوام در اصل معذرت تأثیری داره؟ نه خیلی، ولی بهتون میاد. معذرت میخوام، اگر عنایت بفرمایید تشریف ببرین سر اصل مطلب خیلی سپاسگزار میشم. بله آقای مجبور، صبور باشین. اتفاقا الان سر اصل مطلبیم، وقتش اون شکلاتی که دم در گرفتین رو میل بفرمایید. مجبورم؟ نیستی؟ جناب سرگرد، بنده متوجه نمیشم شما چرا داریم با الفاظ بازی میکنیم. منظور بنده اینه که بنده مجبورم شکلات بخورم. آقای مجبور، شما اختیار دارید، میتونید بخورید میتونید نخورید. باور بفرمایید علکی نیست، حکمتی درش هست. جناب سرگرد خیلی معذرت میخوام، اگر بنده اون گوپا رو سرشون شما نمیدیدم میرم اینجا دور به مخفی چیزی کار گذاشتن. والله زهره اینجا نیست، درسته؟ شما دختر بندر به نظر خودم اینجوری میاد که تومه قرار داده که بندر بکشیم بیارن اینجا. البته بنده درک میکنم، بنده به این شرایط حساس به موقعیت های مشکوک کاملا آشنایی دارم، ولی شما اگر عنایت بفرمایید خیلی سریع تشریف ببرین سر اصل مطلب خیلی تشکر میکنم. هیچ موقعیت مشکوک و سری وجود نداره، سبیتون پیش ماست. تمام زهره خسته نماشی بودرزی، بودرزی بیام موقعی تو رو کوتاه کنم. خب بلند شده، خب شب بیا. خب باز که توی خنجری؟ خسته نباشین خانم قراقل، ماشاءالله ایشالله ماشاءالله. من الان این کارت بازی شما رو میبینم یاد فیلم های بروسلی میفتم. واقعا خسته نباشین خانم قراقل، من دیدم شما سخت مشغول تمرین کارت بازی هستین. من این شربت رو درست کردم آوردم شما بخورین که ایشالله انرژی بگیریم با قدرت بیشتر، با نفس عمیق‌تر، با نفس چاق‌تر چیکار کنین این دشمنای فرضی یکی پس از دیگری نابود کنین، پوزه اینا رو به خاک بمالین. شما بفرمایید این شربت شیرینی داره خانم قراقل، این نمک نداره، بخورین. خب بقیه‌اش بازم اومدی برای آنالیز؟ خانم قراول
میگم تا حالا شما شنیدی بچه به این سن سال دختر بچه خلاف کنه کشتار کنه آدم بکشه؟ نه واقعا شنیدی؟ آدم واقعا از تعجب شاخ در میره. شما شاخ در نیوردی، من الان جای شاخ الان روی کله من از شما میتونی نگاه کنی. من دارم میگم من شهرام خنجری اگه پس فردا خواستم ازدواج کنم، خواستم بچه دار بشم، دختر دار بشم، پسر دار بشم، بالاخره من ازدواج میکنم دیگه. تعارف نداریم، همه ازدواج میکنن دیگه. من باید بدونم چه جوری با فرزند خود رفتار کنم. میدونی چی میگم؟ خصوصا دخترها، دخترها مثلا خیلی رویه لطیفی دارن، میدونی، مثل گل نازک، مثل خود شما. من الان بخوام ببینم که این الان خانم لیدا میگم ببینم چه جوری این از لحاظ عاطفی چه مشکلی با این پیش اومده که اینجوری خراب کار شد. خنجری اومدی دختره رو آنالیز کنی یا منو ارشاد کنی؟ بس دیگه. ببین دفعه آخره ها اگه سرگور خفته بشنوه من تخلف کردم واسه جفتون بد میشه. 30 ثانیه بهت فرصت میدم بری دختره رو آنالیز کنی برگردی. چش شما این شربت رو بخورین، این کام تلخ شما شیرین بشه، یه خورده انرژی بگیرین. این چی بشه؟ این شما تا شما 4-5 از این دشمن فرضی و ناقص العضو کنیم استری برداشتم. بازم که توی زاخار نه گشنمه نه تشنمه نه پتون میخوام جایی ره بره احوال پرسی یکی پیدا کن پرسپکتیو کجتو راست کنه. من الان یه خبر خوش شما رو بگم، شما مجدگانی منو چی میدی؟ من مدت هاست که منتظر هیچ خبر خوشی نیستم. حالا راتو بکش برو بذار باید بیاد حاج آقا با پای خودشون تشیه بردن اینجا. پس برو بهش دخیل به من حاجت رو باش. آجاقای مجبور میگم، بابای شما رو دارم میگم. بابام؟ اینجوری که بدجوری میرم زیر رادیکال. ببینم تو مطمئنی خودشه؟ خود بابام؟ ولی ایشون چهره با نفوذی داره دیگه، توی تلویزیون من اینو دیدم دیگه. همین که ریشه موشو یه قد درمی هنه میکنه دیگه. ببین من آرایشگرم، خب اینو به بابای تو رو بگو، خب بیاد پیش من موهاشو با انسه رنگ یه نواخ بکنم، بعد با بابلیس چی اینی فر میزنم قشنگ، میدونی شکوه و جلال و جبروتش قشنگ جذبش میزنه بیرون توی صورتش. بالاخره آجا آدم گنده یه دیگه، آدم بزرگیه دیگه. خیلی خیلی گنده، اونقدر گنده که هر کاری ازش برمیاد. فقط یه کار نمیتونه بکنه. چی کاری؟ مرده، مرده رو نمیتونه زنده کنه. اون که فقط خدا میتونه یه همچین کار بکنه که. ببین اگه بتونی خودتو بهش بچسبونی و قاپشو بدوزی ها، همچین نونه تو روغنه وزه توپ توپ میشه. قاپشو بدوزم؟ قاپه که قاپه پدر شما رو مگه من دوزم؟ او بی خیال. ببینم یه کاری به حس بگم، قرضشو داری انجام بدی؟ من الان همه کارا رو دارم میکنم با اجازه شما. من همه تلاشا رو میکنم شما رو بیارم بیرون از اینجا، به آغوش گرم خانواده برگردی. الان لاف زدی دیگه. ببخشید من خیلی بی وجود باید باشم، خیلی اولاق باشم لاف بزنم. با لاف زدن کسی به جایی نرسیده، نه نوم میشه نه آب. هیچ بیا اینو بگیر. خب برو برام یه بسته سیگار بخر، اوضاعم بد جور خط خطی. بجام سیگار. خنجری داری چی کار میکنی؟ خود میکنی بی برو بی برو وقت تموم شد. تو رئیست بگم بیاد منو کشه بیرون، تو رو میکنه تو دهنت سرویس شه. رئیس من جناب سرکار خفته گوشه خیلی تیزی داره، هرچی بگی میشنوه. باشم خانم محترم، من اگه شما بگیم که سیگار نکشید این سیگار برای شما ضرر داره، این سیگار پوست شما رو خراب میکنه، دندونهای شما رو قوی میکنه، موهای شما ریزش پیدا میکنه. میری یا نه زر میزنه بگیر. بیتری سفید باشه یا زرد؟ یه چیز درست حسابی باشه دیگه، فقط لایت باشه. لایت خوشم. های مجبور، شرط احتیاط و عقل حکم میکنه این همه نقدینگی رو شما تو خونتون نذارید. تو و من، همون شرط احتیاط و عقل حکم میکنه اگر یا سرقت شد پلیس رو در جریان بذارید. از آدمی مثل شما این بی احتیاطی واقعا بعیده. بله شما درست میفرمایید، حق با شماست، ولی من فکر میکنم که بحث ما در مورد دختر من یعنی زهره است. بله درسته، به زهر خانم هم میرسیم قدم به قدم. ای بهتری که پویا تا آخرش منو دق میدی.
ملاحظه بفرمایید. ماشینی که زیر پای دخترتون بوده از حیث پلاک و مدل منهای سرقم آخرش شبیه ماشین مزنونه به قتل. یعنی شما میخواییم بفرمایید که دختر من زهره؟ نه خیر نه، ایشون از هر حیث تبره است. تصادف قبل از ورودشون به ایران بوده، یعنی دو روز قبل. نه نشد جناب سرگرد، نشد. واقعا این چیزی که شما الان داره میفرمایید یه حدسه یا گمانه، یعنی یه احتمال از میان چنده احتمالی که میتونه وجود داشته باشه. بله درست میفهمید. ماشین به نام خود شماست؟ منظور متوجه نمیشه من. با عرض معذرت نیاز به یه مدارکی داریم که بیگناهی شما رو اثبات کنه حاج آقا مجبور. آقا بس کنی تمومشونه دیگه. آقا چه مدرکی معتبرتر از آبروی من؟ من عمر من فدای قانون و عدالت مملکت کردم. اعتبار من، شرف من، آبروی من، شغل من، من متوجه نمیشم شما داری چه میگی؟ آروم باشی آجا، اینجا همه مظنونا یه قدن، چه شما چه کسی دیگه. آقا من فقط همین قد به شما عرض میکنم که بازی بدی رو با من شروع کرده. بازی بدی رو شما با من شروع کرده. بله میدونم. توفنگ چخماقی چینال بلبل، چرا دیر آمدی میمست بلبل. بود از من مایتر کتا میکنم. خب منم دیر آمدم، تقصیر نداشتم، آدم دیگری اون فرصت. خانم قرقاول این شیرینی واقعا خوردن داره. این دیگه به چه مناسبتیه؟ این آقای صدا بود، این الان آزاد شده، این برای اونه، آزادی اونه. معلوم بود بیگناهه ها، ولی خیلی شبیه بود، انگار یه سیبی که از وسط آه. آه دقیقا دقیقا. شما مگه ماوره نگاه میکنین؟ ما؟ نه اصلا ابدا. فامیلامون دارن، ما یه موقع رد میشیم چشون میفته بهشون. آه شیرینی ببینم خانم قرقاول، شما الان این شیرینی داری میخورین، انصاف هست شما این شیرینی میخورین؟ این بندگان خدا تو این بازداشتگاه اینا دلشون آب میشه شیرینی میخوان. اینا رو من برم یه شیرینی تعارف کنم؟ یه شیرینی دیگه، یه شیرینی هم اینا رو ندیم. اصلی نیوردیم اینا رو که اتفاقا اسیرم. تو برو به کارت برس، من خودم میبرم بهشون. نه نه من میبرم خانم قرقاول، من میبرم. شما این جدول هر کدین افقی عمودی هر کدین، من سری میام. خب یه شیرینی ها تو نده، برو. چشم. بفرمایید شیرینی، بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید. بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید. شما بفرمایید. این چیه؟ سیگاره دیگه. آی کیو، من به تو گفتم یه نخ یا یه بسته. بابا این خوراکه یه فستوده. یه بسته؟ ببخشید شما که شوفر تریلی هستی؟ میدونی یه بسته جرمش چقدر زیاد میشه؟ بفرمایی شیرینی زعفرانی بخوریم. بفرمایی من گفتم سیگار بخری بگیرشمش، نه که بخورمش. حالا فندکی کبریتی چیزی نداری؟ خانم فندکی استفاده از هر گونه چیز آتیسا در گذاشت هم ممنوعی باشد. میدونی یه گذاره شرم بده چرم سرم خفته بفرمانو شقه شقه میکنی. من اینو باید روشن کنم تا بتونم بکشمش. افتاد؟ حالا برای یه کبریت بیار. چی بود که کبریت؟ خدای من بوده. خنجری این شیرینی که دست نخورده است. اینو من اینا رو تعارف کردم، اینا هم نمیخورن که، اینا رژیم دارن. میگم ما بخوریم چاق میشیم، هیکل ما به هم میخوره. خیلی خوب بدش به من، گشنشون بشه همشو میخورن. تو برو به کارت برس. ببینم برای ایشون دیگه شکلات به درد نمیخوره. اینو بیاس بابریش بیداری سرم بزنه. چیز نه سرم اینا که نه، همین اگه دستت باشه این قرص آرام بخش چیزی داشته باشه بدیم این بخوریم. فرفری خیلی اعصابش خوبه. نه جناب سرگاه خفته داین هر گونه مواد مخدر، قرص شیمیایی مخدر مشروب نه ممنوع کرده. خب حرکت کن، حرکت کن. از من آقا زوده ششان باید جوسی بود. هیچی نیست، احتمالا می خونریزی مغزی کرده، سکته کرده یه چیزی. حالا اینو سی تی اسکن میکنیم اونجا، همه چی تو عکس نشون میده. اصلا نگران نباش. اصلا بابا این فیلمشه. با همین ادا حرفارا بود دلم خفته رو به دست اوردنش کردن اومد بیرون. بابا اصلا یه حس کن، یه حرف میزنه سرمو بردی آخه. ببین دست من از دست این وا نکنی کار دست خودت میدی. چی چی یک بار دیگه تکرار کن. برادر پلیس رو تهدید میکنید؟ برادر پلیس رو تهدید میکنید؟ زده یک کله این طرف رو با سلاح سرترکوندی و واسه ما قد بازی در میاری؟ بچه جو این کاری که تو کردی کم کم یک سال زندانی رو شاخشه. این آره بینم
تو اونور خجالت نمیکشی از من؟ یه الف بچه کله ای اومده به تو ترکونده تو رو، خجالت نمیکشی؟ شرم‌آور واقعا. بابا قسم که دعوا نبود که. حرکت کن. نه رفتم باش تو کلم حرف بزنم، ناغافل از پشت زد کله ما رو ترکون. حرکت کن. لا اله الا الله، واقعا شرایط بغرنجی. بله بغرنجه، ولی لاین حل نیست. کافی خورده فکر کنید. فکرم از کار افتاده. ولی میفهم، بفهم. طبیعیه، شک شدیم. ما اینجا ارباب رجوع داریم که اولش که میاد چیزی یادش نیست، بعد کم کم بچگیش هم یادش میاد. یادش میاد ها؟ الان زنا به سر برد بندم، یکم تمرکز میکنم، درست فکر میکنم، یه چیزایی به شکل بسیار محو و گنگ یادم میاد. از کدوم؟ یادتون میاد؟ یعنی گمان میکنم که اون شب ماشین، بله بله، ماشین اون شب دست همشیره بنده به امانت بود. چون ماشین به امانت برده بودن، خاطرم از که یه تصادف خیلی جزمیم با یه وانت سبزی فروش کرده بودن که همه جوری زمینی یه مبلغ بینشین رد البدل شده بود و تفاهم کرده بودن. آخه سپر و گلگیر خیلی آسیب جدی دیده، باید خب قاعدتا یه کاغذی رد البدل میشد. حالا نشده دیگه زناب سر بود دیگه، منم و حرفم و برای شما بازه و مبرهنه دیگه، یک اداره رو سر بنده قسم میخورن. بله فرمایش تو متینه. با این اوصاف ما باید مزاحم همشیره بشیم. همشیره؟ بفرمایید. جناب سرگان، این خانواده کله‌پزه خودش مرد، این خانوادهش یه خروار مشکلات برای این کناتری ملت ایجاد کردن. اون از دیشب که خانوادهش اومدن ریختن اینجا مثل قوم تاتار، ریختن همه چیو به هم ریختن، شما رسوانی کردن، من رسوانی کردن، جناب سرگان سرخی رسوانی کردن، اینم از پسرش پسرش رو زدی کله فهمار تو کنده مرد حسابی. تو اگه مشکلی داری باید به پلیس مراجعه کن. چرا سر خود عمل میکنی؟ جناب سرگان اینا از حسن اخلاق شما سوء استفاده میکنن. شما به نظرم باید همه اینا رو بندازی توی اولفتونی. چیزی شده قربان؟ چای رو بذار و برو. چشم. خیلی مخلصیم. من شما رو میبینم خوشحال میشم. من برای شما خیلی احترام قائلم. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. تو تلویزیون شما میدیدم و کیف میکردم. خواهش. التماس دارم حاجی خان. خب؟ حاجی آقا شما چای رو میل بفرمایید، من نیستم خدمتتون. استغفر الله ربی و اتوب الیه. خانجری. بله قربان. امشب استراحتی؟ بله قربان. میخوام بریم خونه احمد عظیمی. عجب. میری با آب پرور میگی اسم یکی از نگهبانا رو خط بزنه، هم امشب هم فردا شب جناب علی نگهبانی. من دیشب نگهبان بودم. بله. این لباسات هم عوض میکنی، بوی سیگارش حالا هم به هم میزنه. من سیگار؟ برو جمع سر برد. برو با من بحث نکن. یعنی باید بزنم مغزتو میوردم، یعنی باید بزنم صورتتو میوردم پایین. ببین گندم نه چشمش دم داره خانم شجاعت، یه بار دیگه اسمشو بیاری میزنم دهنتو برو خون میکنم. اگه نه میگم هیچ گفتی کردم داری با ما بحث میکنم با هم دیگه. چه بساتی را انداختی؟ جناب سرگرد من شکایت کردم، به دست من دست من زدن. شما زدی این آقا رو لته پار کردی نکردی؟ بله کردم، حقش بوده باید میزدمش. ولی جناب سرگرد من به جرم مزاحمت نوامیس از ایشون شکایت دارم. چه مزاحمتی؟ رفتم مغازه‌شون بشینیم دو کلام حرف مردونه بزنیم، زدی کله ما رو ترکونده، ده نفرم شاهد بوده. حقته، تو وقتی پاتو از زندگی ما نکشی بیرون همین آش و همین کاسه است. حقته. جناب سرگرد شما بگید کجای کار من اشتباه بوده؟ بهش بگیم به دنیا اومدنش هم اشتباه بوده. بهش بگین دیگه، اگه نمیگی من خودم بهش بگم. بس دیگه. اینجا کسی به کسی چیزی نمیگه. قانون به جای همه حرف میزنه. یه ساعت بهتون فرصت میدم رضایت همو بگیرین. گرفتین گرفتین، نگرفتین بازداشتگاه کلانتری ملت میزبان شماست. زور بالا سرشون باشه. ببین من بمیرم رضایت نمیدم، بمیرم. به درک جفتمون میریم بازداشتگاه. پس من دارم با کی حرف میزنم الان؟ باشو بایست. اگر فقط یک بار دیگه تو این کلانتری تندی بکنید به فرموده سرگرد خفته میندازم تون بازداشتگاه. هیس کن جناب سرگرد،
حقیقتش اینه که شما که تشریف نداشته بنده خیلی فکر کردم، خیلی فکر کردم. همشیره بنده یکم زوشی مزازه والا، یعنی یه خود ناخوش احواله، یه ذره ناراحتی های درونی داره، قلبش مشیر داره اینا. اینه که من فکر کردم شما اگر اجازه بفرمایی بنده مرخص شن حضوری برم خدمت ایشون و ایشون رو توضیح کنم خیلی بهتر باشه، یعنی بنده مجبورم این کار انجام بدم حتما. به چه دلیلی مجبوری؟ والا چه دلیلی بهتر از کارت ملی بنده خدمت ما هست. حکایت جبر و مجبوری شما حاج آقا حکایت مختار بی اختیاره، وگرنه آدم مختاری مثل من چطور میتونه اسفندیار مجبور و مجبور به کاری بکنه؟ والا چه عرض کنم، فعلا که افسردار ما شما هستی. نفرمایید. فقط یه خواهش دارم، من تمنا دارم قبل از هر چیزی اجازه بدید من دختر منو ببینم. حاج آقا اونو فعلا بسپارید به عهده من، چون سبیتون تو این چند روزی که غیابن شما رو تعقیب کرده چیزایی از شما دیده که تصویر ذهنیشو به هم ریخته. بعید میدونم الان آماده دیدن شما باشه. بهتره عمت جلوتر ببینتش باش حرف بزنه، اینطوری بهتر. برادر عزیزم، آقای عزیز، شما خودت بذار جای من. آیا حاضری دختر بهتره بسپاری به کلانتری؟ والا حاج آقا من اگر جای شما بودم به این راحتی دخترمو ول نمی‌کردم که الان تو کلانتری تحویلش بگیرم. لال خلال. آقا شما الان دستور چی می‌فرمایید؟ خوشم چیه؟ من باید چیکار کنم الان؟ خدمت شما عرض کنم که ما میتونیم شما رو نگه داریم، ولی اعتبار شما این اختیار رو به بنده میده که یه وثیقه ازتون بگیرم تشریف ببرین همشیرتون رو بیارین. وثیقه؟ وثیقه برای من؟ قانون قانونه ها چخوا، یه کارت اداری هم کفایت میکنه، جبره، کاریش هم نمیشه کرد، مجبورم. مشاهده میفرمایین؟ خفته مجبوره، اسفندیار مجبوره، همه مجبورم. من نمیدونم آبچی ما پای چیه تو وایستاده، چجوری خامش کردی ها؟ مثل خاله زنک ها حرف نزن، گندم بزرگ شده، عاقل شده، میتونه واسه آیندهش تصمیم بگیره. باز میگه گندم، باز میگه گندم، یه بار دیگه اسمشو بیاری میزنم دهنتو برو خون میکنم ها. اینو تو اون کله پوکت فرو کن، از حالا به بعد من مرد اون خونم، منم که براش تصمیم میگیرم. گندم گندم. جدا تو الان مرد شدی؟ بله. مردی به اینه که صداتو بندازی تو کله تو سینه‌تو بدی جلو؟ آره میتونم. آقا میلا مردی یه چیزای دیگه هم میخواد داری؟ چی شد؟ خاک بر سر کافر. این چی؟ چیزی نشده خانم شجاعت، شما خودتو ناراحت نکن. چی؟ غلط کردم، غلط کردم، چی غلطی بود تو کردی؟ لازم بوده بس غلط کردم. بابا تقصیر خودش بود، لازم بود دیگه. پسر جان دون نمیخوای دست از سر کچل ما برداری؟ نمیبینی این مثل باباش غیرتی خون جلو چشکشا میگیره؟ تصمیم چیه؟ میخوای داغ دل بابات بذاری یا من سیابت رو داغ کنی؟ آن چیه؟ نگران نباشی، بچه هست دیگه، من روی ندونم کاری یه اشتباهی کرده. الان هم مطمئنم پشیمونم. راست میگه، پشیمونم، پشیمونم. چرا اینجوری زدمش؟ باید یه جوری میزدم، این مغزشو میریختم تو پاتیل. آره ببون این صدای مخراجی درامه با به گلاب خانوم افتاد، صدا تو بردی بالا. اسم مادر منو به زبونت نیار، اسم مادر منو به زبونت نیار، میزنم میتنه تو گلاب خانومتو میزنم زمین. خدا منو بکشت دست اینو نجات بده. بابا تو این کرده یه گریسی کرده من برسته کش کنی دارم دیگه رو. چه یه بزرگی بکنین ولی شما بزنین برم، من خودم با جفتشون حرف بزنم. من بچم که اون کله بازی با هزار بدبختی میشرخونه، کی شبا واسه اون نون میاره ها؟ آقا پسر تو این کلانتری کسی نتونه افسار به هنجرش بزنه جاش تو بازداشتگاه ها. خانم شجاعت والا اگر ما دو شیفته با تمام پرسنل شبانه روزی در خدمت خانواده محترم شما باشیم، باز از پس حل مشکلات شما بر نمیاییم. من موندم شما به جای شیر چی به خورده یه وجب کله پاچه دادیم که میخواد همه رو درست و قورت بده؟ خون، خون به خوردن داده، خون جلوی چشمامو گرفته، حقمو میخوام. دوستام قاتل بابام تو زندان باشه، نه اینکه جلوی چشمام صاف صاف بچرخه. شما قاتل بابات رو به من نشون بده، من خودم دارش میزنم. شما شکایتی نداری؟ نه جناب سر. من دارم.
این چینه شطوری کار دستتون میده ها. زهره ببرشون بازداشتگاه. چشم. جناب سرکار جون عزیز نفرست بازداشتگاه. این بره بازداشتگاه دیگه به درد من نمیخوره. خانم شجاعت خودش اصرار داره. حق انتخاب با خودشه. التماسش نکن ماما. مرد مال حبسه. هیچی نمیشه. حاضرم تا آخر عمر حبس بکشم. اما زیر بار حرف زور نرم. ملاحظه فرمودید. کیف! ها! این درسته. بنازم به حکمتت که جای حق نشستی. چوبت صدا نداره، مال دوستی خوردن نداره. آفته. همچی این بختک میفته رو خودشو بچه‌ها. اما چی میگی آقا واسه خودت؟ یه روزه دلت صاف کن. هی ور رو ور رو ور حرف چرک و کثیف. بار منفی داره واسه کائنات. نکن. نفرین نکن دامنتو میگیره. من با شما چیکار دارم خانوم؟ دارم دوست کیفمو نفرین میکنم. شما اگه نیستی چرا به خودت گرفتی؟ ها؟ آقای سرگنده. بله. خانم شجاعت راست میگن. اینقدر نفرین نکن درست نیست. خدا بخواد به همین زودی از کیف گم شده رو نمایی میکنیم. کافر. من بچه تند و نارونی هستی ها. حواست باشه ها. من از اوناش نیستم ها. میلا. همون آش دیگه. ببخشید. با اجازه آقا زهره. من یه مشورتی با بچه ها میکنم. مشورت با ایراد داره. فقط توتو و آشو بلوا نباشه ها. حواست باشه. توتو و بلوا که نه خیالت نه. یه مشورت کوچیک. بیا ما. بیا. رضایت بده قال قضیه رو بکن. رضایت ندی بازداشتگاه بعدش هم زندان ها. بعد بفهمه دیگه مزاحم آبجی من نشه. میفهمه میفهمه فهمیده می این طوری درمون بگیره تو بدبختی. هم زندان داره هم دیگه. زندان دردش خوردنیه. دیگه رو چقاگی به سرم بریزم. زدی سر کله به سر مردم و شکوندی. حرفم داری؟ بازم بچه خوبیه که شکایت نداره. آفرین مادر. آفرین. به حرمت گلاب خانم که جای مادرمه فعلا شکایتی نداره. آفرین. خیلی شرطی که آدم باشی خروس جنگ. بمار صداتا. هیس کن دیگه. هیچی نگو زنی نمیری تو ایشالله. من دالان داشتم یاسین میکندم. تو هم بیچی نگو دیگه مادر جا. من داشتم تعریف میکردم از تو. نگران نباش گلاب خانم. بس پولش به من. آدمش میکنم. از کنی. از کنی حرکت کن. حرکت کن. هیس کن ببینم. راست میگی. هیس کن. آیا دیگه برام سر کلام باشه؟ من ربطی ندارم، من میخوام برم خودم. سر کلام چی به تو ربطی نداره؟ چی به تو ربطی نداره؟ با صورت خونه که نمیتونم برم تو بازداشتگاه آخه. حرکت کن. دوستان منو باید سر رز ببینم حول نمیکنم. دوستان؟ حالا باهاشون آشنا میشی. خلاف سنگینه. تعریفشون آدم خوشیه. از آدمای وراج هم اصلا خوششون نمیاد. آفرین صورت تو بشو. تونتون بشو. چطور گیر میاره؟ شمال شمال شطور دو کهانه مال دشت کرمانه. شطور نسنزیه معتل یه بازیه. بازی؟ خون بازی؟ یعنی وقت بخ بخش کنی؟ اگه شطور نرسیم دلو پاش قربونی کنیم ابی میشه شطورک سرش میذاره لبی تیزی جمال خان.
بغ بغش کنن جلو پای آخ امیرعلی. باشیم که سالار اومده، باشیم که سالار اومده، بزرگ لاتا اومده، بزرگ لاتا اومده، یه دونه یه بازار اومده، یه دونه یه بازار اومده، خوش اومده، خوش اومده، خوش اومده، خوش اومده. یاد بگیر رفت یه قایه موشک بازی و یک سکسک ناقابل کله رو ترکون تا قربت نشین بشه و بشه افسانه و قصه برای امثال ما که هر روز روزی 10 دفعه بنویسم و از برش کنیم، واسه هر بندی شعرش کنیم. بعد جوری شکسته بابیا کله زدی یا شاکی حقه زدی؟ یه نامرد از پشت جای خنجر کفکی ملاقه حواله کلمون کرد. این یارو زورت و زارته، خیالش گندلاته، ماش سیخ شده، کشاش بیت شده، دهنش زیب شده، فکش گیب شده، کلن میت شده، فیت شده، خالخالیه، خالبازیه، گلگلیه، فاسد به امیر خان ابریزید باندری از روش یه تک تک بزنی. رخصت ریقه چجوره دراریم؟ آشناس تدی تدیش کنیم؟ ترنه بازیش کنیم؟ بچه هست پخ پخیش کنیم، خرخری کنه، بخندیم. گناه داره ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر موز پندان. جلال امیرم زنم دار برای خرم کار جوان است، دلشون بچه آهو به صحرا روان است. ببخشم امیرم، ببخشی سگ پاسوخته دست بلاغه، نزنی دار سرش را که شود باعث ارشاد جانی. نزنم دار. سپاس گذارم. خواهش کن، اینم تحویل شما. دست شما درد نکنه، فقط زنم خرگل من دیگه سفارش نکنم زن شما زن زهره ما. خیالتون راحت باشه. آره، فقط این آبی روی مارم بی مقدار نکنه، من دعاگوی شما هستم الالعبد. شما دیگه بهتر میدونید، دیگه فردای میرن میگن دختر فلانه فلانه. خاطرتون جمع بشه، شما همشیره مکرمه رو راهی بفرمایید، همه چیز داری درست میشه. بله بله، والله به خدا اگر قصور مادرش نبود تربیت این بچه اینجوری نمیشد. حاج آقا شما خودتون کار کشته این دختر همونقدر به مادر احتیاج داره که به پدر. نه نه سلام سر، باور بفرمایید، باور بفرمایید که من برای این بچه اصلا کوتاهی نکردم، یعنی خدا شاهده اصلا کوتاهی نکردم. بله میفهمم آقا جواب. گم شده این نسل اعتماده نه اعتقاد. اعتمادم ریشش در صداقته، ریشش بزنیم میشه تیشه دودمانمونو به باد میده. به باد میده. سلام سر بردن. الان شما اگه منظوری از گفتن این صحبت به من داشتی یا منظوری ندارم. حاج آقا مجبور، حاج آقا مجبور، حاج آقا مجبور. خیلیش بده مادر جان، مگه که تو به فکر من باشی؟ چه به موقعم بود؟ حاج کمی برای شما نیست، برای حاج آقا. از صبح داره الله پرونده شما شده. آخه به این بنده پاک خودم میخوره آدم کشته باشه. این ازش میگم مرچه. دست شما درد نکنه. حاج آقا مجبور، حاج آقا مجبور. این شربت بارانه جون مخصوص حال الان شما درست کردم. اینو بخوری حالت خوب خوب میشه. ببین نفس بارم یاد دیون بارانه. دست شما درد نکنه. آسپ که نداره که. حاج آقا این حرفای چیز جناب سرگردان که شما جدی نگیرید. ببین این الان سوزنش گیر کرده روی 91 واب. الان به همه چی مشکوکه؟ ببین صاحب داشکل مشکوکه. ببین میر پرچم مشکوکه. من خودم برات همشیره. تشریف بیارید بفرمایید. بفرمایید. الان ظاهر حال شما خرابتر از بنده نباشه بهتر نیست. بفرمایید. بفرمایید. خدا آدمو محتاج شکلات شربت این کلانتری نکنه. شما خودت بخوری خیلی بهتره. اینجوری اینم بپرید. ببین چه بینه. بیا. چطوره؟ آقا شهر ملقب به صورت. آقا خفته سوزنش گیر کرده یا شما گیرت افتاده به حاج آقا ها؟ کدومی کی؟ سرتا این آزارش به مرچه نمیرسه؟ این کمی کمی کم سر 100 نفر کرده جیرا سنابه نگاه 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 قاتل بگیر 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 خودشه آبرو دستم به دامنت بدبخ شدی بیچاره شدی من داشتم بو میدادم جناب سرگرد فهمید من جریمه کرد بو چی میگی بو همین کم بود واسه بو اضافه خدمت بوی سیگار حالا بو مورا بدش می هزاریت کن بیا هزاری برای چی برنج دم سیاد رو سفید از اون دارم خانمو میبینی
یه سول زده به اون کله شخ. شانس نداریم که. هرچی اعصاب خراب اعصاب نداره میخوره به پست ما. صاحب کن یعنی میگی که لیده خانم خلاصه؟ خلاص خلاص یعنی زور خلاص سر. ابوالفضی بیا بیرون. بفرمایید. خانم زوزنه بابا اینا باز کنید دیگه خواه. همه گی احضار شدید. جمال جمال ابی شما همه تون احضار شدید. چیزه اون فهم اون بچه کله یه هم بگو زودتر بودنشه بدن اینجا احضار شدن بالا. بچه آقا باشیم من برم کاری نده از پروژو کنم میام خدمت جلم سر کن اتت 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 مالالالله شما خواهر من داره معاف کنم. خانم دکتر یه دقیقه. خانم دکتر بله بله سلام. سلام خانم دکتر سوزنی جان خوبی؟ خیلی خوشی؟ برنامه های تلویزیون رو میبینم. خیلی ممنون ببخشید عجله دارم. عالی. آقا من مربی فوتبالم، خوبشم هستم، درجه یکشم هستم، ماشینم خرید و فروش میکنم. آقا میکنم، میتونم، میکنم. اسد کی؟ خفته. موافقتونه؟ نه خیر خانم محترم. بله البته هم درجه ایم ولی خوب نشون شده رئیس کلانتری ملل. ما چه دخلی داره خانم محترم؟ فکر کردی دوست چه شکلیه؟ اون زمان قدیم بود از دور میفهمیدی فلانی دوزده. الان همه شون شکل همه، شکل من، شکل شما، شکل ایشون، شکل ایشون. اونا نکردم دور زلمو شما رو جواب دادم که خنجری 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 اینجا خنجری اونجا خنجری همه جا. خوبه حالا کار تو چی هست؟ یا بخوای روده دراز بکنی یا گره بخوری دیگه. پوزخند من یه واکنش کاملا طبیعی در برابر ظلم قدرت هاست آقا. سیاسی هم الان مسئله رو سیاسی کردی خانو؟ رنگش هم سبزه. سبز لجنی. سبز لجنی؟ اصلا لجنی تو بازار بورسه. خدمت شما عرض کنم جناب مجبور، من تا به حال خواهر و برادری به این درجه از شباهت ندیده بودم. انگار که سیبی هستید که اساسات نصف کرده باشه. باقشلا باقشلا سیز اگه چی دقیقه من وقت برسیز ببخشید دو دقیقه به من وقت بده، من یه صحبت خصوصی با شما داشتم. بسیار خوب سنگت من گلرم. پس بالاخره به تفاهم رسیدیم. تفاهم نه، توافق، اونم زوری. موضوع کیفه. کیف؟ بله کیف. کیف؟ یه کیف که احتمال میدم مادرتون پیدا کرده باشه. مادر من؟ اگه اجازه به من بدین یه تلفن بزنم همه چی روشن میشه. خب تلفن بیرون هست خانم. آخه آدمی که باید باش حرف بزنم فقط به تلفن خودم جواب میده. یاد از آن روزی که بودی زاهه یار من، دور از چشم رقیبان در کنار من، حالی یا خالیست جایت ای نگار من، در شام تار من آخر کجا
چون یقین کردی که